خیلی خوش برگشتین به کانال خودتون. بریم سراغ فری استایل جدید از آشنا. مدبکسه چشو چالم، خیلی خوش اومدید به مدبس کانال خودتون. آقا یه بیفیه که ادامه خواهد داشت. چقدر حاشیه داشته او، خیلی، یعنی بیرون از بی اول چقدر واقعا امتی. یه سری بچه ها که ده هشتادی ها چش چال من، رفقای خودم بسیار زیاد، چش چال یه سری هم هیتر فهمیدم داریم که چون من مثلا از یه جایی اونام چش چالن. آره واقعا اونام عزیزن، اونام مثلا شکلم. بعد من میدیدم منو هیت میکنه، اصلا مرمورم میشه جونم ابن هیت کن تو قربونه ترا عزیزم جونم جون. داستان اینه که خب من یه سری جا رو انتقاد کردیم. اول اینجا بگم که خیلی اومدن گفتم خب فن مشکین اینا با من، اینو چند بار گفتم من فن هیچ رپری نیستم. علی سورنا رو همه بیشتر دوست دارم، میتونم بگم بس فنش نیستم، من فن هیچ کی نیستم، فقط فن آنایتا. تمام تمام اینه که واقعا مشکی بزودی ترکم میاد بیرون. آره مشکی نمیدونم آشنا نه بقیه برابرش برا من فرقی نمی کنم. من تو حالا شاید مثلا یه کاری رو گوش میکنم، همون دفعه که دارم گوش میکنم یه جایی به دلم بشینه بیشتر تعریف کنم، یه جایی به دلم نشینه انتقاد کنم، به ایشکم بی احترامی نکنم. فرقی هم نمی کنم، اون رپر معروف معروف نیست، چند سالشه، بی احترامی من نکردم، خود رو هم میدونی. ولی اونایی که میان فوش میدن به من و اونایتا که آن بعد میگن طرفدار آشنام، که فکر نمی کنم اینطور باشه، طرفدار واقعی هیچ وقت اینجوری نمی کنه. یعنی فوش که خب من خودم دارم میگم آقا نباید به مادر هم توهین کنم، بعد چون میگه به ما توهین میکنین. و موضوع اینه که بعدن هم تو خیابون میبینین گوگولین وای میسین حرف جور دیگه میزنین. های اب نداره، اشکال نداره، من میبوسمتون، شما هیت کنین من میبوسمتون. یه ویدیو هم بگم که برای بچه ها میخوام بسازم راجب این دیلدوی که اون پشت خیلی دوست دارین. بابا دیلدو چیه؟ ذهن خرابتون. نه نه دیلدوه، اجازه اون ویدیو بیاد بیرون و میگم که اون داستان چه. ولی خیلی حرف نزنیم، بریم بینیم آشنا چه کرده. کیشومات کیشومات تو یه ساعت جمعش کردم اینو، ولی یه دنیا تو شرف چه باری افشاگری. تای برنامه همینه دوباره کلک و حقه و دروغ. افشاگری چیه؟ داستان افشاگری یعنی همون طرح که سند خودشو داره میگه یا اون؟ نه 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 داره اینجا مشخصه که حالا بچه ها که گفتن دوباره دیس داره مشکی و پرم واضح است به مشکی، ولی نمیدونم تو سوشال میدیا چه اتفاقی افتاده. آره و کاورم اینجوری که مثلا آشنا سفیده داره مشکی رو میزنه که حالا اونجا اینطور درست کردن. شاید نمیدونم، شاید مثلا مشکی اومده گفته من میامش افشاگری میکنم، که حالا بریم جلو ببینیم. بعد بری زیر بیلی تو هم رب مثل دوشک کشیه، میخوام زیرگیریت کنم، میخوام تا اونجایی که بشه کل را تو ببندم، میخوام کل حرکت تو سری من پیشبینی کنم. مثل تو عجیب پوری پرستویی تو جامعه، جیگرم تو عجیب شدی، کسایی که یه هدف دارن باید پشتم باشن، پس چرا باید تو بیای ملتفه تو دیس کنی؟ با مشکی که ملتفه تو دیس کرده و تو اون داستان بود که ملتفت با پوری یعنی در واقع تو دیس بود. ولی ایه برم وقتی که هیچ کس سروش در واقع جدا شد از ملتفت، این یه مقدار بین کسی که فن ملتفت بودن اختلاف افتاد دیگه واقعا. بعد من دیدم خیلی رپرها از سروش حمایت کردن، چون یه جورایی میدونی بزرگ رپ فارسی، پدر رپ فارسی دیگه. ولی بله دیس داده بود. آره اینجا میگه تو پرسوی بمشکی شدی، کسایی که یه هدف دارن باید پشتم باشن، پس چرا باید تو بیای ملتفه تو دیس کنی؟ ها آشنا همیشه داشت بیرم تو کاره، آماده سر جایی که دیده بیتم تو باره، قضیه بود داره اگه جون در خطره، چرا جا فرار استوری میذاری دیس بک تو راه؟ ها این هم من در جنین صفحان استوری اصلا گوشه که آقام دیس بک رو بدم، میگه ولی جونت مثلا چون آخه صحبت اینجور چیه. ببین الان یه سری مخاطبای خود نسل پنج خیلی هم ده هشتادی هستن. البته این چند روزم اون بچه که ما هم دیدن صحبت میکردیم
بحثشون اینه که یه سری میگن آشنا چرا اومده، مثلا اینا رو داره میگه اون سیاسیه، مثلا شاید بهش اتفاق بیفته آشنا مخبره. آه. یه سری میگن نه دیدی مشکی آدم خود ایناست، مهره خود ایناست و فلان اینا، یعنی این داستان بین خوشون افتاده. آره من سکت رو کن تو آدم در بری، پس آره اگه تو مثلا پس پشت جرمه که مثلا اینجا یا فلان اونجا میگفت مثلا تو چطور توماج رو گرفتن تو رو نگرفتن. خب البته توماج اصلا قابل مقایسه با بقیه نیست، اون داستانشون مبارزه که اون داره اصلا سیستمش چیز دیگه بوده واقعا، یعنی هیچکی در حد اون نبوده نکرده. تو قیافت همه جا هست، فقط کافیه به ام بگی که آشنا چیا میدونی، منم میزنم تو پرت میگم 2019 با قیافه خودت یه تیکه سیاسی خوندی. ها حتی اون موقع هم کاریت نداشتن، چرا بقیه رو داشتن؟ شرح هرت نیست دیگه. چرا حتی الان پست سیاسی تو پاک نمی کنی از یوتیوبت؟ فرق تو با شروین چیه؟ ها پست سیاسی اینجا که میگه فرق تو با شروین چیه، ها چون شروین رو گرفتن برای ترک برای اصلا سیاسی هم نبود، بیشتر سیاسی اجتماعی بود به نظر من، ولی حرف دل هم همون ترک. البته الان خیلی هاشون دارن تو ستاد انتخاباتیشون استفاده میکنن. بله خب چون الان به نفسشونه دیگه، ولی مجبورش کردن که پاک کنه. و میگه تو چجوری ترک سیاسی که حتی چهرت هم توش معلومه یا پست سیاسی که گشتی هنوز پاک نکردی. ولی خب ببین وزن اینا با هم خیلی فرق داره بچه ها، مثلا وزن توماج و حالا توماج اصلا کنه به نظرم بزن کنار. آره. بعد شروینم همینطور، شروینم چون توی یک سطح جهانی دیده شد این ترک و شنیده شد، این ترس به وجود میاره اینو فرقش با ولی مشکی هم که داره میگه اونم به نظر من باید بیاد خودش دفاع کنه. آره یعنی جواب بده اینا رو، یعنی اینا به هر حال چالشه که تو بیف هست باید جوابگو باشن همشون. محمد تضاد صورتی نسب یه جایی اومدی جلو با دیگه راهی هم نیست، من یه چیزایی از تو تیمت میدونم که نمیتونم بگم چون پشتم مثل به جای گرم نیست، ولی یه چیزایی راجع به تو میدونم که اگه بگم آبرود میدونی خیلی به چخ میره. تو چه سیاسی خونی هستی که اسمی خوره پای کارات آهنگسازتم قیافشو نشون میده؟ آره خب راستا که سیاسی زاور مثلا معلوم بوده دیگه، میگه تو چه سیاسی. ببین یعنی یه چیز رو مطرح میکنه تو بیف که میتونه سوال خیلی باشه به نظرم، ولی در این مملکت همه چی خیلی خرتوخرتر از اون چیزی که فکر کنید به نظر من. ما یه مسافرت اومدیم نتونستیم برگردیم وطن دیگه، حالا برو بریم. میره. تو چه سیاسی خونی هستی که اسمی خوره پای کارات آهنگسازتم قیافشو نشون میده؟ ها اگه واقعا دانیال تضاد باشی حرفای من راسته و تو دیگه پرتی میشی، تو 98 خیابون نبودی تو 1400 توی میتینگ صداد میزنن که مشکی سیسی مشکی و مرو این لقبش اون موقع از اون موقع بوده 98 هم که حال صحبت طرفدارات باید چشاشون رو باز کنن، تو کل اینترنت هست عکسات پسری، من چیزی ازت هنو افشا نکردم بخوام کنم باز برای گریه های شب دستمال بخری، تو یه مهره یه پرستویی همه میدونن اینو، آشنا به امثال تو عمران همون بده، تو رو هیچ وقت کاری ندارن، اگرم داشته باشم مال وقتیه که کارشون با تموم بشه اگه به یعنی قشنگ اون ولی بردش میشه رینگ و داره ببین میخوام بگم آشنا هم هوشمندانه تو این بیف اومده به نظرم. خب قشنگ به نظرم داره خوب میزنه اون جایی که به هر حال اون چون سیاسی خونده و اومد گفت آقا مهسا و اینا، یعنی اون خودش اینو به وجود بود به نظر من، خودش با مشی که این کارو کرد، حالا آشنا اومده میگه خب به همون گیر داده و جالب داره میشه داستان چی میره جلو. و من فکر میکردم که مشکی بکو بده، ولی خیلی جالب بود برام که دیدم دوباره آشنا اضافه کرد. آره. یه کارو تو رو هیچ وقت کاری ندارن، اگرم داشته باشم مال وقتیه که کارشون با تموم بشه، اگه بخوای این قضیه رو کش بدی یه کار میکنم کل کریر تو بیا غیب کنی، پول میدی کامنت بذارم برام و یعنی کی میکنه طرفداری تویی و که فیت شدی، پول میده به بلاگر و ریاکشن فیک تلگرام پرستوی خوشگل من از این جستان یعنی تو سوشال مدیا دعوایه. آره من در جریان نیستیم سوشال مدیا نیستیم و این بچه فقط همین کامنت های خودمونو میبینیم در جریان. اصلا نیستم بگم چقدر من تو بی سوادیم آره ایتا واقعا. چرا؟ چون لامصب تو کتاب هایی که ما هر روز میخونیم، فیلم هایی که میبینیم، هیچ وقت نمیام بگم اینستاگرام اون کامنت رو میزنم پاک میشه بی سواد آنای بی سواد.
نکن این کارو. درس بخون. بابا یه خوب سواد. سواد تو ببر. تو نمیدونی اینستاگرام پاک میشه اونجوری میای محکم میگی آنی؟ من درس بخونم دو کلاس سواد اینستاگرام دارم. دیگه علی سورنو نمیدونم تحلیل کنی سواد نداری. من بی سواد. چون که نمیدونم پاک میشه یا نمیشه. یکشن فیک تلگرام پرست روی خوشگله من از این جستا نگیر. پول میده به رسانه که سر ساعت مشخصی سرک منو جلوه بدنش افشاگری. در صورتی که من این چیت رو نکردم هنو اگه بکنم که بخیه به کونت خوبه. پسر خوب. بخیه به کونت خوبه. تازه میگه هنو رو نکردم. بابا شقه پرونده است. بعد اطلاعاتم. البته ببین یه چیز جالبتون میگم بچه‌ها، نه قبلا تو یکی از ویدیوهام اصلا فکر کنم بی فود نبود خیلی قبلتر تو ویدیوهای مشکی گفته بودم که آقا من تصویرش جایی ندیدم، خودم من ندیدم اینا. بچه‌ها یادم یکی دوتا اونا ببینید چه خدایی هیپ هاپ بازایی بودن که من زده بودم همون فری. اگه تو خدایی میگم تو یوتیوب بزنی قبلا تو آرمی رابر تو میتینگ هایی که میذاشه مشکی بوده و من پشمام ریخ. بعد یادم رفته بود اون دیس آشنا، بعد یادم اومد که بابا اینا این کارن برابر شریز بریز. بله بله. نه ولی اونایی که گفته بودم میشناسمشون، کارشون درست. بچه در صورتی که من این چیت رو نکردم هنو اگه بکنم که بخیه به کونت خوبه. پسر خوب، افشاگری برا تو لازم نبود وقتی کل اطلاعات توی گوگل بوده. سیستگیر برا منده بکن تو فرار، هر جا دیدی منو بدون آشنا میکشد در آخر داش خجالت بکش. 8 سال ازم بزرگتری، زنگ میزنه تهدید میکنه میذاره قرار دعوا بگو بچه واقعا یعنی کار داره خیابونی میشه. ولی نمیدونم که چقدر فکت و ایناست داستان، ولی واقعا زنگ زدی این قرار دعوا گشته. یعنی از طرف من نمیدونم چقدر فکت باشه. اگه این فکت باشه که پس یعنی اون افشاگری هایی که نه اگه واقعا این فکت باشه که من اینجوری بچه داستان نکنه، اما تو بیپ ترک بدین عشق کنیم با هم. این داستانه که زنگ بزنید تهدید کنیم میان بالا سرت، مثل حمید صفت که تهدید کرده بود برای بچه و فرشاد اینا رو میایم بالا سرتون چون راجمو بعد گفتیم. آرتیست نیستش بچه، این آرتیستش نیست، من نیستم با این داستان. خجالت بکش، 8 سال ازم بزرگتری، زنگ میزنه تهدید میکنه میذاره قرار دعوا بگو از جون ده 80 یا چی میخوای بگو. چرا توی دلشون فقط تو با دروغ رفتی؟ تو الان نباید دیسلایک بدی، تو باید جواب بدی، یه استوری بذار. چرا سکوت کردی؟ من اصلا کاری ندارم. چرا کاری بد ندارن اون... تو دل ده 80 این ده 80 اونجا هم گفته بود. یعنی الان مثلا میگم نه چجوری من نمیدونم بچه‌ها. الان یه چیزی که اصلا یه چیزی من حالم این وسط گرفته شده اینو بگم. ببین داستان اینه، این همون چیزیه که اینا میخوان، یعنی اختلافی که بیفته بین بچه‌ها که مثلا این بگه آقا تو درش، آقا این همه یکی هم دیگه، همه دنبال این زندگی بهتر. و یکی این که نه اتفاقا الان آخه اینجا داره آشنا میگه که چرا دیسپک میخوای بدی، بیا یه استوری بذار جواب بده. نه برعکس داستان، شما رپرین، استوری نذارین جواب بدین. میشه اینستاگرامی، شما اینستاگرام نیستین، شما اینفلوئنسر نیستین، شما رپرین. بیا این ترک بدین، آرتیستی به اینجا بدین. اونجوری یه داستان دیگه میشه. خواهش میکنم این کارو انجام ندین، از اینستاگرام بکشین بیرون. اه چه چیز مزخرف اینستاگرام. آره ما چون ما سوادش نداریم، نکنین کارو بابا. اجا بریم مصاحبه. ویتی سوادمو بچرخیم. بعد جواب بدی یه استوری بذار. چرا سکوت کردی؟ من اصلا کاری ندارم. چرا کاری بد ندارن اون که معلومه. تو دادی زرتی سوتی، تو سن تو دروغ گفتی، چرا ماسک گذاشتی در صورتی که با قیافت میگفتی مشکی بودی توی میتینگه. ها ببین اصلا الان وقت دیسلک نی تو میتینگه. آره خب این الان میتینگه خب گفته مشکی، یعنی میگه این مال اون موقع است اصلا. آره تو میخوای چی بگی؟ هر چی بوده اونجا سند بوده. تو باید بیای بگی چرا دروغ گفتی سن تو، چرا فیستو پوشوندی، تو که بدون فیست هم داشتی سیاسی تو میخوندی، کاری بهت نداشتن، خوب چرا اونو کشیدی رو صورتت؟ خب معلومه دیگه، به خاطر اینکه فکر کنن بچه‌ای، فکر کنن دهه 80ی. آقا من نمیدونم حالا واقعا مگر دهه 80ی 60ی 70ی اصلا چه چیزیش مطرحه، من نمیفهم چه چیزی داره. مگه مثلا من الان دهه 60ی ام تو این داستان و هر چی بوده خدایی که پای شما وای نست، یعنی پای شما نه پای خودمون، ما با هم فرق داشتیم. من الان این هم بچه در هشتایی هستم با هم رفیقی. آره. نمیدونم جدا، من چیزی رو جدا هستم نمیبینم واقعا. تو دل ما در هشتادی ها بری، چون میدونی فقط تو ما ویوه، میتونی از ما پول در بیاری.
به نظرم اصلا بیخیال اینا شو، بکش کنار، چون من یه چیزایی از سو تیمت میدونم که اگه رو بکنم باید فرار کنی. اما بیشتر که به افشاگری میخورد که فریستایل میگم من رو دارم رو کنم. ببین این فرهنگیه که تو جامعه ما از زمان آقای احمدی نژاد جا افتاد که ایشون برگشت گفت رو کنم بگم حالا مثلا این همه رو شد تو این مملکت چه تو افتاد؟ هیچ، بیشتر پول زدن جیب اونو بردن. و یه چیز دیگه هم اینجا من خواهم بگم، من اصلا یادم نمیادش که واقعا خودم یادم نمیاد مشکی جایی گفته باشه، سن شوشه هم گفته باشه بچه نه مشکی بچه نه کامنت کردن که گفتن یه جا توی ترکی گفته بود 81 و من الان اینه ولی اینه ببین آشنا ولی آشنا چه جا همین الان چیه؟ یعنی واقعا هنوز فن مشکی چی؟ نه آقا جون من فن هیچ نیستم. اینو یه چیز جالب بگم، اینی که گفته بود خب باید بیا جواب بده، من اینم خودم نمیدونم چرا باید سنش حالا اون اصلا بیاد جواب میده. ولی یه چیز دارم میگم، این یه چیز دیگر رو میخوام بگم، این که توی تو کریر هنریت از یه جایی یه تغییری ایجاد کنی، اون تغییر میتونه تو استایلت باشه، میتونی توی سبک موسیقیت باشه، میتونی توی فلوت باشه، میتونی توی نوشتنت باشه، این یه تغییری ایجاد میکنی. چرا؟ چون قبلیه جواب نداده دیگه، لابد قبلیه دیده نشدی، قبلیه شنیده نشدی. مگر گادفوری این کار نکرده؟ پوری اینجوری بوده، هیپاپولوژیست اینطوری بوده. 80% رپرهایی که الان معروف الان هستن قبلشون رو باید گوش کنی، اینا خب استایل عوض میکنن، سبک عوض میکنن که مخاطب بیشتر شنیده بشه. همین الان پدر رپ فورس ما سبک رو کلا عوض کرده. خب این ایرادش وارد نیست، ولی حالا اینکه چرا باید بیای به خاطر اینکه به قول آشنا بیای مثلا مخاطب جوانتر رو جذب کنی بخوای سنتو بیای پایین، نه دیگه اون باید خوش بیاد جواب بده. آره اونو نمیدونم ولی اتفاق میفته اینا. حالا من نمیخوام آخه موضوع اینه من هر حرفی بزنم میدونی داستان این میگن تو طرفداری و فلان. آخه ما الان اصلا طرف کسی نگیم، اصلا روی این حساب تصمیم میگیرم همون هد بزنم ویو رو بگیرم. برو بریم. آره بقیه هم با گریه بعد فرار کنین دستم. دو سه ساعت پیشم این رفیقت بهم زنگ زد یه چند تا سوال پرسید، از کجا میدونی بهش راست گفتم؟ ها ماشیتون از کجا میدونی بهش راست گفتم؟ خوب میفهمی که چی میگم؟ از کجا میدونی؟ شاید آدرسشو به اشتباه گفته. زنگ زده چند سوال پرسیده رفیق مشکی، زنگ زده به آشنا چند سوال پرسیده. خب داداش تو یکی زنگ میزنی میگه من رفیق آشنا، دیگه تو جوابشو نده دیگه. نمیدونم اینو دیگه نمیفهم. نمیدونم نظر من اصلا بی خیالش. برو شمونم یه عمو سبزی فروشی خاطرات شماله یه همچین چیزی بخون، محاله یه آدم بره. نه دیگه همه تو رو شناختم، میخوای بیا چی بگی؟ الکی پول نده به رسانه، پول نده به بلاگرها، پول نده برات کامنت بذارن، ریاکشن فیک نخر. راستی ریاکشن فیک چیه؟ اینه که تو تلگرام ملگرام و فلان اینو میگه پولیه. مراقب دور و بریات باش، امروزا دهنه ایش که چفت و بست نداره. بله همه مخبر شدن آدم فروش. این چیزی که استاد جمهوری اسلامیه. بله این چیزی که اینا میخوان و این نسل متاسفانه. بله و یه چیزم بچه بگم، ببین شما تا هزینه ای نداشته باشی که نمیان ببرنت براشون، هزینه سنگینی برای اینا داشته باشی میان چوبات رو چاق کن. تو ماش هزینه سنگینی داشت براشون. حالا من نمیتونم خیلی بگم ولی داستان اینه کار چون یک ساعت جمع شد و در یک ساعت خوب بود، ولی خب میکس و مسترش اینا فکر کنم که سریع چیز کرده بود. آره به نظرم که مثلا اگر روی یه بیتش خورده تمپوی کار بالاتر بود، یه خود بیت ضرب بیشتری داشت، اگرسیف تر بود، بیشتر این حس رو میداد. ولی نگو دیگه اگرسیف نمیدونی، چون من فهمیدم که اینو در 80 حال میکنن برام به من گفتن. چی حال میکنن؟ اینجوری بدون اگرسیو و اینجوری ما درک نمیکن. آره ما درک نمیکن. سواد ما درک. آقام جیمز هتفیلد به خدای بزرگ میفرم. بذم هیترا یه ماچ کنم. تو نه تو رو ماچ کنم.